مقامات فلان با درخواست رژیم آل خلیفه برای اعطای زمینی به منظور ساختن مسجد با هزینه این کشور مخالفت کردند. منابع رسانه‌ای در این باره اعلام کردند که دلیل اصلی مخالفت دولت فلاند با ساختن مسجد از سوی آل خلیفه مشکوک بودن منبع اموالی است که حکومت بحرین برای ساخت مسجد وعده داده است. قرار بود این مسجد با ظرفیت بیش از 2100 نمازگزار و همراه با امکانات رفاهی ورزشی ساخته شود در حالی که اداره محیط زیست شهر هلسینکی با اجماع آرا این طرح را رد کرده است روزنامه های فلان به نقل از بخش محیط زیست شهر هلسینکی گفتند که بودجه مورد نظر برای ساختن این مسجد و تأثیرات احتمالی آن تردید برانگیز است این روزنامه ها با اشاره به اوضاع سیاسی بحرین نوشتند خاندان آل خلیفه با رژیم عربستان در ارتباط است رژیمی که نوعی روش افرادگرایانه را در پیش گرفته این روزنامه ها همچنین به عملیات سرکوب گسترده شیعیان و مخالفان در مناطق مختلف بحرین اشاره کردند که انتقادهای شدید گروه های حقوق بشری را در پی داشته است گفتنی است نیروهای بحرینی در سال 2011 میلادی بیش از سی مسجد و نهاد دینی را در بحرین تخریب کردند. فعالان بحرینی نیز بارها اعلام کردند که مقامات حکومتی سیاست های سیستماتیک را علیه هویت دینی و فرهنگی شیعیان به عنوان ساکنان اصلی این کشور در پیش گرفتند.